در بیان آنکه امیدواری به کرم حضرت باری جاذب عنایت است و رجا موجب عطا، و فی الواقع اگر جذبه عنایت ازلی و سابقه رحمت لم یزلی نبودی، سرگشتگان بادیه گناه را لمعه امیدواری هرگز روی ننمودی و بشارت سبقت رحمتی غضبی نفرمودی، کما اشار الیه المولوی. خب سخن از رجا بود، یعنی امیدواری به فضل خداوند و اینکه انسان هرگز و هیچ وقت در هیچ حالی و در هیچ شرایطی نبایستی از غفران الهی و از بخشایش حضرت ربوبی ناامید شود، چرا که اساساً ناامیدی از رحمت الهی در قرآن و به لسان مبین خداوند کفر و زندقه مطرح شده است. یعنی کافر است کسی که به بخشایش خداوند رجا و امید نداشته باشد. هرچند که گناهان یک انسان بیشتر از مفاد روایات است که آمدن پیش پیغمبر، شخصی آمد پیش پیغمبر گفت که یا رسول الله من بسیار گناه کرده ام. فرمود چقدر؟ گفت خیلی گناه کرده ام. فرمود که آیا از ریگ‌های بیابان هم تعدادش بیشتر است؟ اگر از ریگ‌های بیابان هم تعداد گناهان تو بیشتر باشد، خدا تو را خواهد بخشید. قصه آن حال بی مناسبت نیست برای اینکه حال جلسمون اندکی به سمت مواردی که مولانا می‌فرماید حرکت کند. قصه مشهوری است که در زمان پیامبر اتفاق افتاده است و البته خب عنوان کردن آن در جمعی که در حضورتان هستیم منباب انشاءالله منباب تذکره هست و تذکر است. میگویند جوانی بود در زمان پیامبر که این جوان بسیار اهل لهو و لعب بود، اهل فساد بود. این جوان کارش کفندزدی بود و وقتی که در مدینه مرده ها رو می بردن و کفن می کردند، این کارش این بود که روزها رصد می کرد. وقتی که مرده ای را می بردن در آن قبر می گذاشتن، شب وقتی همه خوابیدن و هیچ کس نیست، می رفت نبش قبر می کرد و کفن و پارچه‌ای که با آن او رو پوشانده بودند می دزدید و می آورد و در بازار می فروخت و روزگار خود را بدین منوال می گذراند، تا اینکه یکی از دختران انصار رو روزی که وفات کرده بود بردن در آنجا و در قبر گذاشتند. این شب طبق عادت مألوف رفت آنجا و وقتی که نبش قبر کرد و کفن او را برداشت، ناگهان آن افکار شیطانی بر او حمله ور شد و مع الاسف آنچه را که نمی بایست انجام داد. ولی این وقتی که بلند شده بود و از قبرستان می‌خواست بیرون بیاید، ناگهان صدایی از آن دختر انصاری برخاست که مرا بی‌آبرو کردی و اکنون مرا با این حال رها کردی، فردا مؤمنان مرا این چنین ببینند چه خواهند گفت؟ برمیگردد او رو دوباره کفن میکند، ناراحت میشود، دوباره دفن میکند، اما دیگر اوضاعش مانند سابق نیست. میگوید چه کنم چه نکنم، هر جا که هست هیچ کاری انجام نمیتواند انجام دهد. تا اینکه میگوید هیچ گمانی ندارم جز به حضرت رسول صلوات الله علیه. میرسد خدمت حضرت رسول و
ایشان میگوید که از من دور شو، تو آتشی با خود داری، نزد من نیا. او گریه میکند که یا رسول الله، من به امید شما آمدم اینجا، شما پیامبر رحمتید، شما اگر شما مرا نبخشی هیچ کس در جهان ممکن نیست که مرا ببخشد. گفت این چنین شد، پیغمبر او رو در کنار خود گرفت، گفت خب اگر گناهان تو به اندازه ریگ‌های بیابان باشد خدا خواهد بخشید، اگر به اندازه برگ‌های همه درختان روی زمین باشد خدا خواهد بخشید، اگر به اندازه ستارگان همه ستارگان آسمان باشد خدا تو را خواهد بخشید. و بعد از اینکه او اون عمل خود رو بیان میکند، میگوید که من که پیغمبر خدا هستم کاری نمیتوانم برایت انجام دهم، برو و خود از خدا استغفار کن. تا اینکه این جوان میرود در همان قبرستانی که مرتکب این شنیعه شده بود آنجا میماند، نه میخورد نه میخوابد نه هیچ کاری نمیکند و آنجا فقط لابه میکند، انابه میکند و از خدا طلب بخشش میکند. به همین منوال تا جایی که همه مردم دیگر رو میشناسند و آنقدر لابه و گریه میکند که دیگر جسمش تحلیل میرود و وجودش بسیار ضعیف و نحیف میشود و مدتی آنجاست، تا اینکه یک روز پیامبر که نشسته است در مسجد به او وحی میشود که ای رسول، ما بنده ای داریم در قبرستان، به سراغ او برو، بنده ما رو چرا در قبرستان رها کردی، به سراغ او برو و بگو خدا تو رو بخشید. حضرت رسول با صحابه می روند و می بینند قصه نوع دیگری است. سر آن جوان رو بر بالین بر دامن می گیرد، نوازش می کند و به او می گوید خدا تو را بخشید. جوان یک چشمی باز می کند و می گوید یا رسول الله واقعا خدا مرا بخشید؟ فرمود بلی خدا تو را بخشید و همانجا جان به جان آفرین تسلیم می کند. خود پیامبر بر او نماز می خواند، خود با دستان مبارکش او رو در قبر می گذارد و برای او آرزوی غفران و بخشش می کند. از این نوع قصه ها بسیار است، بسیار فراوان است که انسان هایی که هرچند گناهکار باشند، هرچند در بدترین حالت ها و در بدترین شرایط گرفتار آمده باشند، اینها می توانند که به سوی خدا برگردند و همه می توانند که با رحمت عظیم الهی آشنا بشوند و رحمت عظیم الهی البته آنها را فارغ نخواهد گذاشت. این که توبه های فراوانی ما داشته ایم در طول تاریخ که این توبه ها بیش از هزار توبه نصوح، توبه خیلی مهم آمده است و در قرآن هم این آیه آن که فرمود توبتن نصوحا و اگر میخواهید توبه کنید مانند توبه نصوح باشید، مانند آن جوان که گویا اسمش نصوح بوده است یا نام دیگری داشته است، مانند آن جوان توبه کنید. و گفتن که خداوند دوست دارد اگر بنده ای گناه کرد امیدوار باشد به اینکه خدا او را خواهد بخشید. و گفتند چنان این شخص بگرید گویی که مادری فرزند عزیز و گرامیش را از دست داده است، چنان بگرید که مادری بر فرزند مرده خود میگرید. اگر چنین باشد البته دریاهای رحمت الهی جوشیدن خواهد گرفت و همه انسان‌های گناهکار رو در خود غرق خواهد کرد. روایتی هست، روایتی بسیار عجیب است، برای عوام این رو نمی‌شود گفت، اما شما همه از خواستید این رو خدمتتون بگویم که یک حدیث قدسی است. البته در سطح پایین نباید این معنی شود، بایستی در سطح همون اعتلای
ایمانی مطرح شود، می‌فرماید که اذنبو فإن لم تذنبو اخلقوا قوما یذنبو و فلیغفر لهم. در روایت ها متفاوته، معنیش اینه که خداوند به انسان ها میگوید در حدیث قدسی از زبان حضرت یحیی مطرح شد، از زبان حضرت موسی، از زبان حضرت داوود در اسلام مطرح شده که به بندگانش میگه گناه کنید که اگر گناه نکنید قومی را می آورم که آنها گناه کنند تا من ایشان را ببخشم. آنقدر توصیه کرده اند، حتی اگر کسی گناه نکند میگوید گناه کنید، پس من این غفران خود را کجا ببرم؟ من این بخشایش خود را کجا ببرم؟ غفران یکی از صفات الهی، صفات الهی که نباید تعطیل شود. آیا می شود یکی از صفات مطلق الهی تعطیل باشد؟ آیا ممکن است یکی از خدا صفات عظیم خداوند در جایگاه خود قرار نگیرد؟ مگر نمی گوییم خدا غفور است؟ خب اگر کسی گناه نکند این غفوریت، این رحیمیت به چه درد می خورد؟ این تواب بودن به چه درد می خورد؟ چه خواهد بود؟ و این است که گفتند که اگر کسی گناه نکند خدا قومی را می آورد تا گناه کنند تا اینکه آنها را ببخشد، چون که بخشش رحمت الهی نباید بی جایگاه و بدون اصل باقی بماند. در قرآن عظیم هم هست که آنهایی که ناامید هستند به آنها بگویید که انه کان توابا. خیلی جالبه. بله، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند همه گناهان را میبخشد. الف لامی که در اول ذنوب آمده است الف لام استغراق است. استغراق یعنی همه ذنب ها را در نظر میگیرد، در بر میگیرد. حال فرصت نیست که ما راجع به ذنب و معصیت و اینها و انواع اقسام گناهان سخن بگیم و به نامون هم این نیست، اما این که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، اون الف لامی که در اول ذنوب آمده است الف لام استغراق است، یعنی همه گناهان، یعنی هیچ گناهی نیست که خداوند آن را نبخشد. در قرآن هست که خداوند همه گناهان را میبخشد مگر اینکه به او شریک قائل شوید. حتی آنهایی را که شریک قائل می شوند آنها را هم خداوند بخشیده است. روزی کسی آمد نزد گبر بود، آمد نزد حضرت ابراهیم علیه السلام، گفت مرا امشب مهمان خود کن. گفت تو گبر هستی، تا مسلمان نشوی تو را مهمان نمی کنم. بعد که او را از در خود راند به حضرت ابراهیم وحی شد که ای ابراهیم چه کردی؟ با بنده ما چه کردی؟ ما 70 سال از ایمان او نپرسیدیم و به او نان دادیم، تو چگونه یک شب او را مهمان خودت نکردی؟ 70 سال کافر بود، 70 سال علیه ما سخن گفت، ما یک روز یک ساعت نان او را قطع نکردیم، ما به او روزی رساندیم، تو چگونه یک شب او را از خودت راندی؟ این که وحی می شود حضرت ابراهیم به دنبالش می رود، نهایتا این گبر رو، این زرتشتی رو پیدا می کند، می گیرد او رو، می گوید که خدا به من دستور داد من مهمان من باشی. بعد می آورد مهمانی می دهد، به او می رسد. بعد اون گبر، اون زرتشتی می گوید که چه شد که چنین کردی؟ میگه که خدای من به من وحی کرد. گفت عجب خدای کریمی داری، عجب خدای بخشنده‌ای داری که 70 سال او رو کفر گفتم اما مرا از در خود نراند و اکنون به عزیزترین بنده اش می سپارد که مراقب این بنده من باشید. این چنین است که، و نقل است که او گفت خدایی که چنین کریم است حیف است که من به او کافر باشم، و به دست حضرت ابراهیم علیه السلام اسلام می آورد. این که از این قصه ها بسیار فراوان است و در کتب عرفانی ما مملو و مشهون از این
آیات رجا و رحمت و امیدواری است و اینکه هیچ وقت هیچ کس جز کفار عظیم، جز کسی که بسیار بسیار کفار است و بسیار بسیار گناهکار است، از رحمت خداوند او هرگز ناامید نمی شود. این هم که گفتند، من این نظر شخصی من هست که بهشت را به بها می دهند، به بها نه، گفتند بهشت را به بها نمی دهند، به بها نمی دهند. من خودم شخصا معتقدم بهشت را به بها نمی دهند، نه به بها، چون خیلی ها بودند دارای بهای فراوان بودند، اما آنجایی که می بایست کاری می کردند، آنجا کاری کردند که دوچار گناه شدند. یکی گفت که بهترین کار نزد شما چیست؟ گفت بهترین کار نزد من این است که نزد رسول الله باشم و از صحابه او باشم. ابو علی دقاق گفت این اصلا صحیح نیست. گفت که خیلی ها کنار پیغمبر بودند، فامیل پیغمبر بودند، عموی پیغمبر بودند، اما به او ایمان نیاوردند و هدایت نشدند. گفت میخواهم در بهشت باشم. گفت خیلی ها در بهشت بودند، آدم در بهشت بود اما رانده شد، پس به آن نمیشود توجه کرد. گفت میخواهم عبودیت کنم، عبادت کنم خدا رو، آرزویم این است عبادت کنم. گفت ابلیس 60,000 سال عبادت کرد و هیچ بهره‌ای بر او نداشت. بنابراین نه به عبودیت است، نه به نسب است، نه به علم هم نیست، به علم هم نیست. بلعم باورا کسی بود که در زمان حضرت موسی اسم اعظم میدانست و قارون اسم اعظم میدانسته که با اسم اعظم آن همه ثروت رو به دست آورده بود، اسم اعظم الهی رو میدانست. اینها هیچ کدام هدایت نشدن. نه علم میتواند انسان رو هدایت کند، نه نسب میتواند انسان رو هدایت، نه در بهشت بودن، نه عبودیت، هیچ چیز انسان رو رها نمی کند. یک بهانه لازم است و آن عشقی است که بنده نسبت به پروردگار در درون سینه خود دارد. اگر آن باشد همه چیز هست و اگر آن نباشد چیز دیگری نیست. میگویند شخصی رو، یکی از فاسقان رو دیدن، که از اولیای الهی فاسقی رو دید که خیلی وضعش خوب است. گفت خدایا عظمتت، عزتت، جلالتت، آخه این که جز بدی کاری نکرد، این که بود، این چه بود؟ بعد خوابید، با این فکر خوابید تا اینکه در خواب آمدند و به او گفتند که میدانید چه شد؟ ما آن بنده بسیار گناهکار رو بخشیدیم. روزی داشت از صحرایی عبور میکرد. در آن صحرا که میرفت ناگهان دید که بر سر چاهی سگی نشسته و ایستاده و لح‌لح میزند و تشنه شد و میخواهد از آن آب بخورد، ولی چون در چاه هست نمیتواند. او این را دید، دلش به رحم آمد، دلش به رقت آمد. هیچ نداشت، کلاهش را آورد، کاسه کرد و با به دستارش بست و در کلاهش آورد و آب رو به این سگ داد و این سگ رو سیراب کرد. ما به خاطر همان آبی که به یک سگ، به یکی از مخلوقات ما داد، ما او رو بخشیدیم و جایگاه عالی به او دادیم. مهم این است که انسان عناد نورزد و در برابر خداوند آن حقیقت مطلقه وجود چنان باشد که هرچه دارد رو در طبق اخلاص او بگذارد و بدون هیچ گونه شائبه ای و بدون اینکه هیچ درخواستی داشته باشد، تمنایی داشته باشد، خداوند خود کار او رو فراهم خواهد ساخت. اینکه گفتند خداوند تواب است، معلصف در ترجمه های قرآن ما این رو بسیار، همه مترجمین ما معلصف این رو اشتباه معنی کردن، گفتن انه کان توابا، خداوند تواب رو گفتن توبه پذیر، نه چنین نیست. تواب
بر وضع فعال است، تواب صیغه مبالغه است، تواب یعنی بسیار توبه کننده، توبه معنای بازگشت است، تواب صفتهای خداونده، تواب یعنی خداوند بسیار بسیار بازگشت می کند به بنده. خداوند است که توبه می کند، اول توبه از خدا آغاز می شود، خدا می آید و دل بنده خود رو بین دو انگشت خود می گیرد و قلب المؤمن بین اصحاب من اصحاب الله، قلب مؤمن رو گفتن میان دو انگشت خداوند است. قلب مؤمن اینقدر حرمت دارد که خود خداوند می آید و قلب مؤمن رو با انگشت خود برمی دارد و از آن خود می کند. این که خداوند تواب است، او بسیار توبه پذیر، توبه کننده است، نه اینکه توبه پذیر، او توبه می کند. گناه بنده کرده است و او شرمسار، این که بنده گناه می کند او شرمسار است. و گفتن که حضرت داوود علیه السلام نقل کرد که یا داوود، به خداوند به داوود گفت یا داوود، ای داوود اگر بندگان من اشتیاق مرا به خودشان بدانند، اگر بدانند من چقدر این بندگانم را دوست می‌دارم، بدانند من چقدر عاشق بندگانم هستم، یک لحظه روحشان در بدنشان استقرار نمی‌یابد. هر لحظه شوقاً الی رب، همیشه این دلشان پرواز می‌کند تا به سوی من بیاید و با من ملاقات کند. یک لحظه جانها در بدنهایشان سکونت نمی گیرد. این قصه رجا و امیدواری است. در بیان آن که امیدواری به کرم حضرت باری جاذب عنایت است. بر اساس همان قانون جذب هم که معمول است و اشکالاتی دارد اما خب غالبش مقبول است، این است که می‌فرماید که امیدوار بودن و رجا به خداوند خود جاذب عنایت خداوند است. اگر من امید داشته باشم به کسی، او نیز امید مرا ناامید نخواهد کرد. وقتی ما انسان‌های عادی چنین هستیم، اگر بدانیم کسی به ما امید بسته است، معمولاً سعی می‌کنیم امید او رو ناامید نکنیم، معمولاً سعی می‌کنیم امید او رو پاسخ مناسبی بدهیم. و معمولا به کسی که به ما امید ندارد و از ما چیزی نمیخواهد و امیدی به اعمال ما ندارد، ما معمولا برایش کاری انجام نمیدهیم. اما خدا هم کسی که به او امید دارد کارش رو انجام دهد. اما این جاذب محبت است، این جاذب عشق الهی است. وقتی من میگم محبت در دل و چشم است، وقتی من به کسی محبت ابراز کردم، او نیز نهایتاً این محبت رو به من باز خواهد گردان. اگر من به سمت خدا رفتم، او به سمت من خواهد آمد. و این امر محتومی است، امر حتمی است. این که ما رجا داشته باشیم به خداوند، خدا هم به ما عنایت خواهد داشت. این که صرف رجا و امیدواری به خداوند جاذبه عنایت حضرت رب الارباب است. رجا موجب عطا است. رجا موجب عطا. وقتی کسی رجا داشت، او به او عطا خواهد شد. و فی الواقع اگر جذبه عنایت ازلی و سابقه رحمت لم یزلی نبودی، سرگشتگان بادیه گناه را لمعه امیدواری هرگز روی ننمودی. اگر آن میگن جذبتون من جذبات الله توبار استقلین، گفتن یک جذبه از جذبه های خداوند متعال معادل با استقلین است، معادل با زمین و زمان است، معادل با دنیا و آخرت است، یک جذبه کافی است. میگوید که جذبه عنایت ازلی، خداوند عنایت کرد از اول، چه کرد؟ ما رو در وجود آورد و وجود ما رو مقدر فهمید. بنابراین این جذبه عنایت بوده و سابقه رحمت هم دارد، سابقه رحمت دارد، قبلا به ما رحمت کرده است. ما معمولا کسی که قبلا به ما عنایتی داشته است، اگر دوباره محتاج شویم، اولین کسی که به فکر ما میرسد همان کسی است که به ما قبلا عنایتی داشته است.
سابقه رحمت لمیزلی اگر نبود، این سابقه و جذبه نبود، سرگشتگان صحرای گناه هرگز لمعه امیدواری، لمعه یعنی پاره نور، پاره نوری که در ظلمت ها بر جان اینها بتابد، هرگز روی ننمودی و بشارت سبقت رحمتی غضبی نفرمودی. و این هم روشن است که فرمود سبقت رحمتی غضبی، رحمت من بر غضب من بر خشم من سبقت میگیرد. اگر هر دو بودند آن وقت رحمت است که به سوی شما خواهد آمد. اگر غضب جلو بود چه؟ اگر غضب الهی جلو بود و رحمت عقب مانده بود چه؟ آن وقت او سبقت خواهد گرفت و آن رحمت از غضب الهی باز جلوتر خواهد آمد. کما اشار المولوی، در حدیث آمد که روز رستخیز امر آید هر یکی تن را که خیز. خیلی بحث زیبایی دارد. من خلاصه بحث مولانا در این یک صفحه این است که می فرماید که وقتی روز قیامت شد همه می آیند و نامه اعمالشون رو به دستشان می گیرند. وقتی که انسان ها مردند و همه از دنیا رفتند، در آن روز موعود وقتی که قیامت کبرا آغاز می شود، وقتی بر سور و ناقور اسرافیل دمیده می شود، همه از خوابها یبعثون من الاجداث، اینها از گورها بر می خیزند و گویا اولین بار است که اینها متولد شدند، همه به سوی خداوند می آیند. اینها یومئذ در چنین روزی همه می روند، اشتاتا لیورو اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. در آنجا انسان ها می آیند تا اینکه آن چرا که لیورو ما عملو، آن چرا که عمل کرده اند به آنها نشان داده شود. اینها می آیند، هر کسی می آید در محضر خداوند می ایستد و یک یک نامه اعمال آنها بهشون داده می شود. و آن روزی است که یوم تبل السرائر، روزی است که سرها، سریره ها و آن امور مخفی آشکار می شود. در این جهان امور مخفی برای ما مخفی است، اموری است که ما پنهان نمی کنیم، اموری است که ما در خانوادهمون حتی به همسرمان هم نمی گوییم، حتی به مادرمون، به فرزندمون هم نمی گوییم. این اموری که هست و به نزدیکترین کسان خود نمیگوییم، به دوستان خود نمیگوییم، آنجا دیگر همه اینها به کنار است، همه روشن میشود. و جالب است که در قرآن شما نمیبینید که در روز قیامت کسی انکار کرده باشد که نه خدایا آن نام که نوشتند بد نوشتند، با من خصومت داشتند. هیچ کس اعتراضی نمیکند. چرا؟ چون که اعمال مجسم میشود، چنان مجسم میشود که وقتی هر کس به چهره هر کس نگریست، او رو میبیند که چه کرده است و چه بوده است و کل مافز ضمیر او بر او روی میدهد. میگن معروفه، معروف کرخی هست، خیلی سخن عجیبی دارد. میگوید گاهی به بینی خودم نگاه میکنم، سخن تکان دهنده است. میگه بعضی وقتا به بینی خودم نگاه میکنم ببینم آیا رویم سیاه شده است یا نشده است، میترسم از کاری که کردم رویم سیاه شده باشد. در روز چندین بار، چون چهره خودش رو که نمیتونست ببینه، تنها جایی که میتونست ببینه بینیش بوده، میگه من به معروف کرخی، آدم بزرگی است، آدم بسیار عظیمی است، شاگرد امام صادق علیه السلام هست، شاگرد امام باقر علیه السلام هست، بسیار انسان بزرگی است. 20 سال در آستانه حضرت امام صادق علیه السلام این شخص عظیم بوده است. به او میگویند که بیا درون خانه، گفت من لیاقت این رو ندارم در خانه صادق بیایم، من سگ دربان او هستم، من سگ آستانه امام صادق هستم. 20 سال کسی نتوانست او رو وادار کند که درون خانه امام وارد شود. گفت من که هستم، این معروف کرخی
انسان بسیار عظیمی است، بسیار بزرگ است. او میگوید که من هر روز چندین بار به بینیم نگاه میکنم که ببینم آیا رویم در اثر گناهان، رویم در اثر افکار، در اثر هر چیزی آیا سیاه شده است یا نشده است. بعد همه میآیند، همه مشخص است، هیچ کس هم انکار نمیکند. عرض کردم در قصه قیامت هیچ کس انکار نمیکند چون همه چیز روشن است. میآیند و آنجا میگویند خب حال چنین کرد یا چنین کردی، و به شما گفته بودیم که چنین خواهد شد، اگر چنین کنی این بلایا و عزائم در مواجهه با تو، در مقابل توست، حال ببین و بنگر. او نگاهی میکند و میبیند که حق هست، 100% حقه، هیچ چیز ناحقی وجود ندارد. خداوند که عادل مطلق است، عدل کل است، عدل مطلق است، او هر چه نوشته است درست نوشته است. البته این رو هم باید عرض بکنیم که این چیزی که در مورد عذاب قیامت و عذاب دوزخ و جهنم گفته اند، این رو بایستی بدانیم که اینها تجسم عینی اعمال ما هست، نه اینکه خداوند در آنجا آتشی روشن کند و افرادی را مراقب آن آتش بنهد، نه، اینها افسانه های توراتی است که ساخته اند تا اینکه انسان‌ها رو به گونه دیگری پرورش دهند. قصه این است که انسان اینجا هر کاری که می‌کند، هر کار بدی که انجام می‌دهد، خود موجد یک اثر وضعی در جهان است. هر کاری که ما در جهان می‌کنیم موجد یک اثر وضعی است، یک اثر وضعی دارد. مثلا ما فرزندمان را خوب تربیت نمی‌کنیم، اثر وضعی چیست؟ این فرد بزرگ می شود، در جامعه سربار جامعه خواهد شد، جامعه و مردم از دست او به زنهار خواهند آمد. یا مثلا ما اهل علم نباشیم، خب اثر وضعیش این هست که ما در جهل باقی خواهیم ماند. حال کسی می تواند بگوید خدایا تو مرا جاهل کردی، این که نمی شود، خود دنبال علم رفتیم. خدایا تو این بچه مرا بی تربیت قرار دادی، نه، به خدا ربطی ندارد، خود تو نتوانستی که چنین کنی. در قرآن هست الذین یأکلون مال الیتامى ما یأکلون فی بطونهم الا النار، کسانی که مال یتیمان رو میخورن اینها در جانهایشان جز آتش نمیخورن. یعنی آتش چیست؟ آتش همان کار زشتی است که انسان اینجا انجام داده است. آن آتشی که از خوردن مال یتیم ایجاد می شود همان است. این شخصی که مال یتیم را خورده است عاقبت در همان آتش خواهد بود. این آتش چیست؟ آتش رو خدا به وجود نیاورده، بلکه اعمال او بوده است که او رو به وجود آورده است. مانند یک منشوری که ذره‌بینی که ما نور رو جمع می کنیم تا می سوزاند. خب اگر چنین نباشد که این اتفاق نمی افتد. می گویند یک چوپانی بود میرفت مثلا این در گله که شیرشان را میدوشید میبرد و ناگهان این آمد و یک کم آب وارد شیر کرد، برد فروخت، مردم چیزی نگفتند، دوباره آب رو بیشتر کرد و بیشتر کرد. وقتی بیشتر میفروخت گوسفندان بیشتری با پول خرید و یک گله بزرگ ترتیب داد. روزی نشسته بود در دامنه کوه، ناگهان سیلی آمد و همه این گوسفندها رو برد. گفت خدایا این چه بود؟ چه بود که با من کردی؟ گفت این همان آبهایی بود که بر شیر مردم قاطی. این آبها تبدیل به سیلاب شد و آخرش خانمان تو را برباد داد. این اصل کلی است، این اصل عمومی است که به کوه آواز خوش ده تا خوش آید، گندم از گندم بروید، جوز جو. نمیتوان اینجا من بیایم در این دنیا کینه بکارم و در آخرت رحمت درو کنم، چون این چیزی نخواهد شد. دروغ بکارم و صداقت و راستی میوه دهد، چون این چیزی نخواهد بود. پس هر کاری که ما اینجا انجام میدهیم تجسم عینی اعمال ما در آنجا به شکل آن چیزهایی که ترسیم شده است، آن ترسیمات و آن
تصویرسازی هایی که در قرآن هم هست، در جاهای دیگر هم هست، حمیم و قصاق و زقوم و اینها همه معادل کارهایی است که ما انجام داده ایم و در کتب مربوطه و در روایات مربوطه هست که اگر کسی چنین کند چنان خواهد شد. من در اینجا دلی رو شکستم، 40 سال این دلش، در دلش آتشی روشن کردم. هر وقت یاد من میفته دلش آتش میگیرد. خب این آتش مرا رها خواهد کرد؟ همان آتش دوزخ است، همان جهنم است. من جهنمم را از حالا ساختم. خب از اینها که بگذاریم، مولانا میفرماید انسان ها میآیند و میگویند خدایا به ما آنچرا که حق من بود است داده ای. ولی مولانا اینجا خواهیم خوند خیلی زیبا، خیلی زیباست واقعا، اصلا بی نظیره به نظر من چنین چیزی که میفرماید مولانا که اینها میروند به سوی آتش اما گاهی برمیگردند به سوی خدا، گاهی نیم نگاهی به سوی خداوند دارند، میروند به سوی آتش ولی دوباره گاه برمیگردند به پشت سرشان نگاه میکنند. خدا میگوید آه چه میگویید ای بندگان من؟ آیا با شما عدل نکردم؟ چرا خداوندا ما قبول داریم. آیا آنچه کردید سزایتان نبود؟ بله خداوندا قبول میکنیم. پس چرا هی به سراغ من میایید و چرا برمیگردید به من نگاه میکنید؟ اینها همه میگویند خدایا ما به کرم تو امیدواریم. هر چه کردی حق است، ما هیچ اعتراضی نداریم، ما فقط به کرم تو امیدواریم. و خدا میگوید اکنون که این بندگان من اینقدر به من امید دارن، اینقدر رجا دارن به من، ای فرشتگان آنها را برگردانید که من همه آنها را بخشیدم. در حدیث آمد، این یک حدیث بسیار زیبایی است که مولانا اینجا به شکل خیلی خوبی آورده است. در حدیث آمد که روز رستخیز، رستن و خیزیدن هست دیگه، یعنی اینکه انسان برهد از چنگال خاک و برخیزد و در روز محشر آماده باشد. امر آید هر یکی تن را که خیز، به هر تن میگویند که برخیز. نفخ صور امر است از یزدان پاک، یوم ننفخ فی الصور، یا یه جای از ینفخ فی الصور، روزی که در صور دمیده میشد. حال این کیفیت صور چیست و این چگونه هست، در حقیقت یک نوع اعلان هست، یک نوع آماده باش هست برای این امر عظیم. نفخ صور امر است از یزدان پاک، که براری دی زراری سرز خاک. ای ذریه ها، ای ذریه آدم، ای فرزندان آدم، ای ذره از ذره هست، عالم ذره همه من عالم ذره هست، همه وجود ما از ذرات بوده است. این ذرات یک زمانی از همدیگر جدا می شود در خاک، می پوسد و جدا می شود و دوباره اینها رو جمع می کند. یک زمان نشر پیدا می کند، نشور پیدا می کند و یک زمان هش می شود و جمع می شود. باز آید جان هر یک در بدن، همچو وقت صبح هوش آید به تن. خیلی زیباست. گفتن که النوم اخ الموت، خواب برادر مرگ است. میگوید مثل همین که شما صبح از خواب، شب خوب خوابیده باشید، صبح از خواب بیدار شوید، یه چند ثانیه ای طول میکشد که شما تطابق بدهید خودتون رو که کجا بودید و در کجا شما سیر میکردید. روح شما هر چقدر بیشتر در عالم بالا سیر کرده باشد، این به خدا آمدن زمان بیشتری میخواهد، هر چه کمتر که کمتر. میگوید که همچو وقت صبح هوش آید به تن. وقتی صبح شد انسان بیدار شد، هوش که به تن میآید، در آنجا انسان ها گویی از خواب پا شدند. الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا. پیغمبر فرمود که مردم همه در خوابند، اذا ماتوا آنگاه که مردند بیدار خواهند شد. یعنی بیداری انسان به این است که بمیرد. چون برآید آفتاب رستخیز، برجهند از خاک خوب و
زشت نیز، هم خوبها برمیجهند از خاک و هم زشتها برمیخند. نامه ای آید به دست بنده ای، سر به سر از جرم و فسقا کنده ای. به دست بنده در قرآن هست که نامه میدهند، یک عده‌ای رو به یمینشان میدهند، به دست راستشان میدهند، یک عده‌ای رو به دست چپشان میدهند و یک عده‌ای رو از پشت سرشان میدهند که آنها دیگه بدترین وضعیت هستند. اینها تعابیری است، البته تعابیر ملکی و ملکوتی است و تعابیری از عالم مثال است اینها، که راجع به این تعابیر اگر سخن بگیم وقت می‌گذرد. خب حال آمدن و به دست بنده این نامه های اعمال رو داده اند، سر به سر از جرم و فسق آکنده ای، هم از جرم و فسق و فجور آکنده است. اندرو یک خیر و یک توفیق نه، یک توفیق عبودیت کامل، یک توفیق مثلا نماز شبی، توفیق عبودیت خاصی، توفیق کمک کردن به انسان‌های دیگر، توفیق خوشرویی و مهربانی با دیگران، این توفیق‌ها هم نبوده، پر از معصیت است. جز که آزار دل صدیق نه، جز آزار دل انسان‌ها چیز دیگر نیست، فقط دل آزار بوده است، فقط مردم را آزار داده است. چون بخواند نامه خود آن ثقیل، ثقیل یعنی گرانبار و سنگین، گناهان او رو، همه این تعبیرها تعبیرهای قرآنی یا تعبیرهایی است که مشابه این تعابیر بسیار در نهج البلاغه مولا هم آمده است. چون بخواند نامه خود آن ثقیل، داند او که سوی زندان شد رحیل، رحیل میبندد و کوچ میکند به سوی زندان. پس روان گردد به زندان سعیر، سعیر همان دوزخ انواع اقسامی دارد که یکیش هم سعیر است که در آنجا آتش ها بسیار هولناک است و جای انسان های بسیار بد هست آنجا، که نباشد خار را ز آتش گزیر. میگه خار آیا میتواند نسوزد؟ نه، خار نهایتا باید بسوزد، این اثر وضعی است که خار دارد. چرا؟ چون انسان نباید خار باشد، اگر خار باشد آن وقت لایق سوزاندن خواهد شد. می کشد پا بر سر هر راه او، تا بود که بر جهد زان چاه او. چاه‌های ویل، چاه‌های پر از آتش هست و او راه رو می کشد، پایش را می کشد، یعنی پا سست می کند که نرود به آنجا. می کشد پا بر سر هر راه، راهی که می آید پا می کشد که آرام می شود که نرود آنجا. تا بود که بر جهد زان چاه او، منتظر می ایستد تن می زند. خب وقتشه که برن در دوزخ، در سعیر عذاب بکشن. منتظر می ایستد تن می زند، تن زدن یعنی خودداری کردن، می ایستد نمی رود. در امیدی روی واپس می، یک امیدی هنوز دارد. نامه اعمالش داده شده، همه چیز قطعی شده، در علم خدا قطعی شده، حتمی شده، اما این گاهی از امید به سمت خدا بر میگردد. اشک میبارد چو باران خزان، خشک امیدی چه دارد او جزان. هیچ جز یک امید خشک چیز دیگری ندارد، بایستی اشک تر بریزد. هر زمانی روی واپس می کند، رو به درگاه مقدس می کند. پس زهق امر آید از اقدیم نور، از اقدیم نور از سوی خداوند امر می آید که بگوییدش که ای بطال اور. بطال کسی که زندگیش رو بر بطالت گذرنده است. بطالت چیست؟ بطالت البته ما قرار است در رجا سخن بگوییم، نمیخواهم وارد خوف بشوم فعلا. این که بطال کار امثال بنده هست. بطال یعنی چه؟ یعنی کاری میکند که نه به درد دنیایش میخورد، نه به درد آخرتش میخورد. کارهای بیهوده. این کارهای بیهوده ما بسیار داریم. بعضی آدم ها هستن، من یک جایی رفته بودم، نشسته بودم، دیدم
پیرزن و پیرمردی بودن. اینها 3-4 ساعت ما با دوستمون داشتیم، اینا نشسته بودن همینجور نشسته بودن. اگر بگوییم تفکر میکردن، بسیار امر عالی است، ولی اینها راجع به هیچ چیزی تفکر نمیکردن. آتل و باطل و بیهوده 4-5 ساعت همش. بعضن اون چایی خیلی پررنگ بود مثلا، بعضن اون پرتقال ها رو هم به من خلاصه گران حساب کرد. بعد نیم ساعت 20 دقیقه سخن این بود. خب این غیر از بطالت چیست؟ انسان باطل، باطل فکر، باطل انگار چیست؟ چرا ما اینقدر اوقاتمون رو هدر میدهیم؟ چرا ما اوقاتمون رو واقعا آنچنان که باید؟ حال این کسی است که کار بدی نمی کنن، نشسته است و میان خانواده است و دارد هم. خب اینها انسان رو مریض می کند، اینها انسان رو واقعا از هویت خود دوری می کند. من برای این هستم. خب چه اشکالی دارد؟ دوست عزیز بردار یک کتابی بخوان، یک کار مفید انجام بده، بلند شو، یک قدمی در راه کسی یک گرفتار است بردار. چه نشسته ای باطل شب و روزت رو به هم می دوزی؟ این باطل نشستن و عور بودن، عور یعنی لخت است شخص از هویت، از فضیلت، از فیض، و هیچ نمیخواهد چیزی رو جذب کند به سمت خود. انسان میبایست حتی وقتی که به قول معروف دارد قضا میخورد مجبور است، آنجا هم بهتر است انسان تفکر کند. انسان بایستی قبل از خواب لااقل یک 2 ساعتی کتاب بخواند. ما چرا اینگونه شده ایم؟ ما چرا اینقدر باطل شده ایم؟ چقدر بطال شده ایم؟ چرا ما سرانه مطالعه در کشور ما 18 ساعت است، در یک کشور پیشرفته 8 ساعت است، 8 ساعت و 27 دقیقه، در کشور ایران 18 ساعت، این نشانه بطالت نیست؟ پس نشانه چیست؟ ما چرا اینقدر بطالیم؟ ما فکر میکنیم اینها گناه نیست؟ آنقدر در جهنم مرا نگه دارن که آنقدر حوصله‌ام سر برود و بفهمم که از اینکه بیهوده کار کردم چرا چنین میکنیم؟ چرا ما بطال هستیم؟ چرا ما اوقاتمون رو قدر نمیدانیم؟ لحظه لحظه ای که هست، هر نفسی که بیرون میدهیم این تمام میشود. سال نو میآید، همه به هم تبریک میگوییم، من میگویم چرا به هم تبریک میگوییم؟ مثل اینکه زندانیان رو به قول معروف صف کردن و هر کس رو به زندان میبرن، سرش رو ببرن، میگوین یک سال به مردن تو نزدیک شد. خب این چه مثلا تولد میگیریم که چه؟ که چه شد؟ تولد میگیریم که یک سال پیرتر شدیم، یک سال از آن فرصتهای عظیمی که در دست ما بود رو از دست دادیم. سال نو رو به هم تبریک میگوییم در حالی که باید به هم دیگر تسلیت بگوییم که یک سال دیگر رفت و من کاری نکردم. عاشق شو ارنه روزی کار جهان سراید، ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. این همه در جهان علم است و دانش است، این همه کتاب نخوانده دارم، من چرا نخوانم اینها رو؟ این همه مطلب نادانسته دارم، من چرا اینها رو ندانم؟ چرا من بطال شده هم؟ چرا من روزگارم رو به هیچ و پوچ میگذرانم؟ که بگوییدش که ای بطال اور، انتظار چیستی ای کان شر؟ تو که کان شرارت بوده ای، رو چه واپس میکنی ای خیر سر؟ نامت آن است که آمد به دست، منتظر نامه بودی، آن نامت است که همان است و حکمت رو داده ای. ای خدا آزار و ای شیطان پرست، تو خدا رو آزار دادی، شیطان پرستی کردی. نه تو را از روی ظاهر طاعتی، نه تو را از سر باطن نیتی. نه اطاعت کردی ظاهرا خدا رو، نه در درونت نیتی داشتی. نه تو را شبها مناجات و قیام، نه شبها چند شبها خواب را گشتی اسیر. یک شبی بیدار شو، دولت بگیر. چند خوردی از طعام و از شراب؟
چند خوردی از شراب و از طعام، چند روزی امتحان کن در صیام. گر تو این انبان زنان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. مولانا میگوید در مثنوی، میفرماید که چقدر تو میخوابی، چند شب ها خواب را گشتی اسیر. ساعت 9-10 میشه یه خوابی میاد تو چشماش، این بدبخت دیگه مثل ماکیان مجبور است سریع برود در لانه اش و بخوابد. این شبها رو ما چرا قدر نمیدانیم؟ این شبها بسیار عظیمند. کسی که شب رو از دست بده، او کاری نخواهد شد، چیزی از او به دست نخواهد آمد. کسی که شب رو از دست بدهد هیچ نخواهد شد. چرا شبها رو از دست میدهیم؟ مگه صاحب روزهای من هستیم که شبها رو از دست میدهیم؟ روزهای من مثل شبهای من، شبهای من مثل روزهای من، آتل و باطل و بیهوده. نه ترا شبها مناجات و قیام، نه ترا در روز پرهیز و صیام. روز روزه نگرفتی، شب هم نمازی نخواندی. نه ترا حفظ زبان زازار کسی، زبانت رو نگه نداشتی، هر چه دهنت آمد گفتی، غیبت کردی، تهمت زدی، افتراها بافتی بر دیگران، انگار نه انگار. نه ترا حفظ زبان زازار کس، نه نظر کردن به عبرت پیش و پس، نه به دیگران در پیش و پس نگاه کردی. این اعلان هایی که ما میبینیم هر روز و این مجالس تعلیمی که شرکت میکنیم، اینها برای ما اعلان خطر نیست؟ ما همین میگوییم نه، همین است. مانند گوسفندانی که در ردیف، من دیدم این رو که گوسفندان رو ردیف میکنن، یک یک چند نفر از این سلاخ ها در کشتارگاه هستن، یک یک اینها رو میگیرن. من اولین بار که میدیدم این گفتم چرا اینها فرار نمیکنن؟ اینها اصلا راضی هم به آن چه که بوده است. میدانن که اینها میروند به سوی مرگ، ولی هیچ حرکتی نمیکنن. ماها میدانیم همه این اعلامیه ها اعلان این است که من خواهم مرد، وقت من هم میرسد. جوان و پیر هم ندارد. این همه جوان ناکام میبینید، جوان ناکام، مهندس فلان، دکتر فلان، همه دارن میمیرن. چرا من خودم رو از آنها جدا میبینم؟ در جاده یک تصادفی رو میبینن، همه میگن الحمدلله که نبود. باز با سرعت کذایی ادامه میدهد. خب آن میبایست عبرت باشد، ولی اینکه عبرت ها فراوانند و ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. امام صادق فرمود که عبرت ها چقدر زیاد است و چقدر عبرت گیری ها و اعتبار ها اندک است. این همه عبرت است در گوش ما میخوانند، هر روز به چشم ما میبینیم، ولی خود رو خالدین فیها ابدا میدانیم. پیش چه بود یاد نزع و مرگ خیش، پس چه باشد مردن یاران ز پیش. مردن یاران قبل از او، دوستان ما که دارن میمیرند، پس چرا آنها را به یاد نمی آوریم؟ یادش بخیر فلو با فلانی کوه میرفتیم، یادش بخیر فلانی همکلاس ما بود، یادش بخیر، از اینها زیاد میگوییم. چون ترازوی تو کج بود و دغا، راست چون جویی ترازوی جزا. ترازوی کار تو کج بوده، بنابراین از خدا ترازوی راست مخواه. با این حال خداوند ترازویش را راست فرموده است. چون که پای چپ بودی در قدر و کاست، نامه چون آید تو را در دست را. تو با پای چپ همه جا رفتی. پای چپ منظور کار ناشایست انجام دادی. کارهای ناشایست انجام دادی، انتظار هم داری که نامت به یمینت باشد. بنده گوید، این نش زیباست، بنده گوید آنچه فرمودی بیان، صد چنانم، صد چنانم، صد چنان. خدایا همه اینایی که میگی کاملا قبول دارم. خود تو پوشیدی بدترها را به هم. تازه اون کارهای بسیار بدتری که من کرده بودم خودت هلم کردی، اونا رو پوشاندی، نذاشتی که این مردم ببینن. ورنه میدانی فضیحت ها به علم، من خیلی فضایه بار آوردم. لیک بیرون از جهاد و فعل خیش، از ورای خیر و شر و کفر و کیش. میگه فراتر از همه اینها، این که من باید کار میکردم، کار بد کردم، خیر نکردم، شر کردم، کافر بودم، کیشم بد بود،
بودم امیدی به محض لطف تو. مرا به محض امید تو امیدی بود، وان کرم هایی که باشد بی اتو، آن کرم هایی که بدون بازگشت و بدون برگشت است. رو به پس کردم به محض آن کرم، سوی فعل خیشتن می ننگرم. من به فعل خودم نگاه نمی کنم، به کرم تو نگاه می کنم. سوی آن امید کردم روی خیش، که وجودم داده ای از پیش پیش. یک وجودی من عنایت کرده ای و من قدر این وجود رو ندانستم. خلعت هستی بدادی رایگان، من همیشه معتمد بودم بران. به من هستی بخشیدی رایگان، هیچ چیزی. الان ما بخواهیم مثلا یک عمل جراحی به هر کدام نسبت به هر کدام از اجزای بدن ما انجام بدهیم، چند میلیارد خواهد شد؟ چشمی بیاوریم پیوند بزنیم، گوشی، بینی، دستی، قلبی، چقدر خواهد بود؟ خداوند همه اینها رو رایگان در اختیار ما قرار داده است، بدون اینکه هیچ اندیشه‌ای باشد. خلعت هستی بدادی رایگان، من همیشه معتمد بودم بران. چون شما رد بنده آن جرم و خطا، بهر بخشایش در آید در عطا. مولانا میگوید وقتی که آن بنده آن گناهان خودش رو بیان کرد، بهر بخشش الهی در عطا می آید و جوشش می کند. که ملائک باز آریدش به ما، که به دستش چشم و دل سوی رجا. او چشمش به سوی ما هست، او به ما هنوز چشم دارد، او هنوز به ما امید دارد. ما بنده امیدوار خود رو از خود نمی رانیم. لاعبالی وار آزادش کنم، وان خطاها را همه خط برزنم. آتش خوش برفروزم از کرم، تا نماند جرم و زلت بیش و کم. این که میخواهد برود پیش آتش، یک آتشی میفروزم، همه بدیهایش را میسوزاند، نیکیهایش بماند. زلت و خطاها و لغزشهایش را میبخشم. شعله در بنگاه انسانی زنم، خار را گلزار ریحانی کنم. ایمنان را می بترسانم به علم، خائفان را ترس بردارم به حلم. پاره دوزم پاره در موضع نهم، پاره دوزم پاره در موضع نهم. هر یکی را شربتن در خوردم. خب میگه که کسانی که ایمن هستند آنها را می ترسانم، و آنهایی که خیلی میترسند به آنها امنیت میدهم. خیلی زیباست. خوف و رجا رو اینجا مولانا بیان میکند. خوف برای چه کسانی است؟ آنهایی است که خیلی امیدوارند. به چند تا اعمال شکسته بسته خود خیلی امیدوارند. و رجا برای چه کسانی است؟ رجا برای آن خائفانی است و ترسندگانی است که میخواهند از خدا ناامید شوند. آن وقت است که خدا همه را صدا میکند که از من ناراحت، از من ناامید نباشید.